ریدلی اسکات این بار با دمارتین به جنگ با طبیعت میره جنگی که پیروز اون را مقاومت و سرسختی بشر در برابر مسایب و مشکلات جغرافیایی و محیطی قصه رقم میزنه دمارتین بعد از فیلم ایلین و پرومتوس سومین فیلم فضایی ریدلی اسکات به شمار میره اما مریخی با فیلم های معمول ژانر علمی تخیلی و فضانوردی کمی تفاوت داره یعنی علمان های دیگه ای رو به اون اضافه کرده که باعث میشه مخاطب باورپذیری بیشتری نسبت به اونها داشته باشه داستانی درونگرایانه که پیامآور طرحی نوع از زندگی بشر در آینده نزدیکه باعث میشه که جذابیت های تصویری و جلوه های ویژه بسری رنگ و بیشتری به خودشون بگیرن فضاپیمای RS3 برای کشف اطلاعات و اکتشافات علمی جدید به سیاره مریخ فرستاده میشه اما پس از ورودش به این سیاره دچار مشکل بزرگی میشه طوفان شدیدی که قابل کنترل نیست و جون فضانوردان رو به خطر میندازه تا جایی که یکی از اونها به نام مارک که نقش اون رو مدزیمن نامزد جایزه ای اسکار 2016 بازی کرده به شدت آسیب میبینه همراهان مارک چاره‌ای به جز بازگشت ندارن و گمان میکنن که اونو از دست دادن وقتی که مارک به هوش میاد متوجه میشه که هیچ کس به جز خودش اونجا نیست اون امیدش از دست نمیده و تصمیم میگیره که مقاومت کنه تا زمانی که ناسا سفینه ای رو برای نجاتش بفرسته اما مشکل اینجاست که فقط به اندازه چند ماه آزوقه داره و باید راهی رو پیدا کنه که با زمین ارتباط برقرار کنه پایان قصه به سبک و سیاق عجیبی رقم میخوره که پیشنهاد میکنم حتما اونو ببینید این شما و این هم تجربه تنهایی بر روی مریخ